سرخط خبرها، اعتراض پدر مهسا امینی به بیانیه پزشکی قانونی. آماده باش ارتش اسرائیل. روسیه جنگ با اوکراین را وارد مرحله جدیدی کرد. و وعده فرماندهی نیروی دریایی سپاه در خصوص ساخت یک پدیده نظامی. مشروع اخبار. اعتراض پدر مهسا امینی به بیانیه پزشکی قانونی. به گزارش سان پرس، مهدی فروزش در گفتگوی ویژه خبری درباره پرونده مهسا امینی گفت: در این پرونده زمانی که آزمایشات سمشناسی و آسیب شناسی را دریافت کردیم، با اخذ توضیح از کادر بیمارستان کسرا و پرسنل و تکنسین های اورژانس 115 و اظهارات کتبی پرستار مقیم نیروی انتظامی و با مصاحبه با پدر متوفا و بررسی کلیه سوابق پزشکی و سابقه عمل جراحی که در این مورد خاص وجود داشت و با عنایت به نتیجه معاینه و کالبدگشایی که به عمل آمده بود جمع‌بندی شد و با دعوت از 19 پزشک مختلف که در رشته‌های پزشکی سرآمد هستند و از برجستگان پزشکی در رشته‌های مختلف هستند، کمیسیون تشکیل شد و اعضای کمیسیون از نگاه تخصصی خود موضوع را بررسی کردند و در نهایت نظرات جمع‌بندی شد و علت فوت را به مراجع قضایی اعلام کردیم. مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان تهران با ارائه اسناد پزشکی عمل جراحی مغزی مهسا امینی در 8 سالگی بابت تومور مغزی گفت: پدر مرحوم مهسا امینی در زمان معاینه اولیه و هنگام کالبدگشایی پیکر دخترش در پزشکی قانونی استان تهران حضور داشته است. همچنین پدر مرحوم یک بار دیگر هم همراه با وکلای خود در زمان جلسه کمیسیون پزشکی در سازمان پزشکی قانونی حاضر شده بود. آماده باش ارتش اسرائیل. سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی از اعلام آماده باش ارتش اسرائیل در شمال این کشور از سوی بنی گانتس وزیر دفاع خبر داد. این منبع جمعه 15 مهر تاکید کرد اعلام آماده باش ارتش اسرائیل در بردارنده ی این پیام برای لبنان است که در صورت عدم دستیابی به توافق در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور، شعله ور شدن رویارویی نظامی امری محتمل خواهد بود. روسیه جنگ با اوکراین را وارد مرحله جدیدی کرد. تاتیانا استانوایا، تحلیلگر مسائل بین الملل، با انتشار یادداشتی در مجله فارین افرز با عنوان پایان بازی آخر و زمانی پوتین در اوکراین به بررسی پیامدهای این مسئله پرداخته است. در 3 سپتامبر در پی یک سری همه پرسی ساختگی در اراضی اشغالی اوکراین، دولت روسیه اعلام کرد 4 منطقه اوکراین اکنون بخشی از روسیه هستند. این الحاق در بحبوحه بسیج محدود روسیه انجام شد که در واقع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بسیج در مقیاس بزرگ است که بسیاری از روسها را متحیر و مضطرب کرده است. با این تحرکات جنگ در اوکراین وارد مرحله جدیدی شده که در آن خطرات به شدت افزایش یافته است. وعده فرماندهی نیروی دریایی سپاه در خصوص ساخت یک پدیده نظامی. سردار علیرضا طاهی‌سری شامگاه جمعه 15 مهر در آیین 35مین سالگرد شهدای خلیج فارس با بیان اینکه یاد شهدا باید به عنوان یک الگو برای جامعه زنده بماند اظهار کرد: رزمندگان دفاع مقدس با دست خالی اما با اعتقاد به اهل بیت و توکل به خدا با رهبری های امام راحل توانستند از استکبار جهانی زهر چشم بگیرند و قدرت جمهوری اسلامی را به رخ دشمنان بکشند. وی تصریح کرد دشمن همزمان با هفته دفاع مقدس و در زمانی که رئیس جمهور در صحن سازمان ملل با اقتدار تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی را بالا می‌گیرد، تلاش می‌کند در خصوص حادثه‌ای که دستگاه قضا در حال بررسی موضوع است با سوء استفاده از شرایط دست به توطئه بزند. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امروز و در سایه تلاش سپاهیان پرتلاش، سپاه به نقطه‌ای رسیده است که مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی است. به گفته طاهی‌سری تا پایان سال شناور دوم شهید سلیمانی هم ساخته می‌شود و این ناو پدیده‌ای نظامی است.